بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولنعداهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم إن الجبت والطاغوت والنأفل بعدد فضائل أمير المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. توفیق داریم در ایام فاطمیه به فراخور زمان پیرامون مقامات و شؤون حضرت صدیقه سلام الله علیها با هم گفتگو کنیم. انشاءالله باشد که به کسب معارف اهل بیت علیهم السلام خداوند محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در دل ما هرچه بیشتر و بیشتر بفرماید. یکی از مطالبی که شاید در ایام فاطمیه مطرح بشه این داستان هست که شاید یکی از بزرگترین پیام‌های فاطمیه نشان دادن دشمنان اهل بیت علیهم السلام و جدا شدن راه حق از باطل هست. کسی نمیتونه ادعا بکنه بعد از مراجعه به واقعه فاطمیه و داستانهایی که هست این مطلب رو بیان کنه که من متوجه نمیشوم چه کسی حق است و چه کسی باطل. حضرت صدیقه سلام الله علیها به شهادتشون، به مخفی شدن قبر مطهرشون و به دفاع کردنشون از حریم ولایت امیرالمؤمنین راه رو برای همگان تا به روز قیامت مشخص کردند که اگر هر کس با امیرالمؤمنین باشد بر حق است و اگر کسی خلاف این مطلب را بگوید جز کفر، نفاق و شرک در وجود او راهی نیست. لذا این مطلب را فرمودند که من شک فی کفر اعدائنا و ظالمین لنا فهو کافر. هر کس که شک کند در مورد کفر کسانی که نسبت به ما ظلمی کردند و حقی را از ما غصب کردند خودش کافر است. علیان مع الحق و الحق مع علی یدور ما حیث و دار. ما یک حق و یک امیرالمؤمنین نداریم، بلکه به گفته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق و امیرالمؤمنین یکی است. یدور ما حیث و دار. آنچه را که امیر انجام می دهد حق است و حق آن چیزی است که از امیر سر می زند. لذا فعل اهل بیت علیهم السلام و گفتارشون به مطلب دیگری سنجیده نمی شود. آنچه را که او می گوید حق و درست است. آنچه را که او انجام می دهد حق و درست است. لذا به سکوتش حق در اونجاست. اگر به شمشیر قیامی انجام دهد حق آن است. اگر مطلبی را بیان دارد حق آن است و هر آنچه که از او سر می زند حقیقت در آنجا اتفاق افتاده است. حضرت زهرا سلام الله علیها به خطبه هایی که خواندند، به استشهاداتی که از افراد گرفتند، همانطوری که وقتی قاصب اول و دوم بعد از جنایاتی که انجام دادند برای عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها به حضور حضرت می رسند، حضرت صدیقه سلام الله علیها این روایت پیغمبر رو بیان می دارند که مگر نشنیده این ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. اون دو عرضه می دارن که بله ما شنیده این. حضرت فرمودن خدایا شاهد باش من در حالی از این دنیا می روم که از این دو نفر به هیچ وجه راضی نیستم. فعل حضرت صدیق سلام الله علیها راه رو برای همه مشخص می کنه. در یک داستانی داریم مرحوم علامه امینی، بزرگ پاسدار ولایت امیرالمؤمنین، کسی که اهل بیت علیهم السلام این توفیق رو به او دادن که در طول عمر با برکتش در راه دفاع از اهل بیت علیهم السلام هر آن چه که دارد فدا کند. از خدا بخواهیم که ما رو مدافع حریم ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد که این خود بزرگترین نعمت الهی است. در سفرهای مختلفی که علامه امینی به نقاط مختلف کشورهای اسلامی داشتند، در خیلی از این شهرهایی که وارد می‌شدند، علمای اهل سنت به خدمت علامه امینی می‌رسیدند و خیلی از سوالاتشون رو می‌پرسیدند. در یکی از این مجالس معروف داریم که اکثریت علمای اهل سنت حضور داشتند. علامه امینی به یک روایت مشخص و معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌فرمایند. خود این نکته بسیار نکته مهمی است که اهل بیت علیهم السلام راه حق و حقیقت و هر آنچه را که ما به آن احتیاج داشته باشیم
تا به ظهور امام زمان علیه السلام برای اثبات حرفهای خودمون در کلام خودشون قرار دادن. شیعه هیچگاه در هیچ مطلبی به واسطه مراجعه به اهل بیت علیهم السلام دچار مشکل، دچار حیرانی و دچار نگرانی برای رسیدن به حق و حقیقت نیست. علامه امینی این روایت معروف از پیغمبر رو برای این علما میخونن که مگر نشنیده این من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، هر کس که بمیرد در حالی که معرفت نسبت به امام زمان خودش نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. مرگ جاهلی بدان معناست که اصلا بویی از اسلام نبرده است، هیچ حقیقتی از اسلام به او نرسیده است و در کفر محض از این دنیا رفته است. علمای اهل سنت همشون میگن بله ما این شنیده ایم، در همه کتابهای معتبر ما هم این نقل شده. علامه امینی میفرمایند که من یک سوال بیشتر از شما ندارم، آیا هنگامی که دختر پیغمبر اکرم حضرت صدیقه از دنیا میرود امام زمانش را شناخته است یا اینکه به مرگ جاهلی مرده و معرفتی نسبت به امام زمانش نداشته؟ سکوت محض در بین همه این افراد قرار میگیره. چاره ای ندارن. اگر بگویند که به مرگ جاهلی مرده است، که حضرت زهرا دختر پیغمبر اکرم مگر میشود به کفر مرده باشد؟ کسی که به گفته خود اونها همگی اذعان دارند که جز آیه تطهیر بوده، مگر میشود به کفر از این دنیا برود؟ و اگر بگویند که او معرفت نسبت به امام زمان خود داشته، اولین سوال این مطلب است که امام زمان او چه کسی بوده؟ اگر قاصب اولی بوده است، پس چرا حضرت با او درگیر شدند؟ چرا او در حالی از این دنیا رفتند که شهادت دادند در محضر الهی که من از او راضی نیستم؟ پاسخ چیست؟ به یک روایت پیغمبر اکرم این مطلب هست که نمی شود حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی از این دنیا بروند که معرفتی نسبت به امامشون نداشته باشند و اون امام نیست مگر وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین. حضرت زهرا راه رو برای همه ما مشخص کردند. همه ما در راه دفاع از ولایت امیر المؤمنین و پایبند به ولایت امیر المؤمنین هستیم. پس راه برای همه مشخص است. یا در راه ولایت امیر المؤمنین هستی که آن راه نیست مگر راهی که پیغمبر اکرم به آن مبعوث شد و تمام رسالتش را بر این پایه قرار داد که ای مردم بدانید اگر راه حقی باشد آن راه حق نیست مگر صراط مستقیم امیر المؤمنین. و اگر قرار باشد کسی مخالفتی با پیغمبر اکرم و دین الهی داشته باشد، تنها زمانی صورت می‌گیرد که روی از امیر المؤمنین برگرداند. و این نکته را شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای همگان تا به آخر عمر مشخص کرد که یک راه نیست مگر راه علی. از خداوند بخواهیم به برکت معرفت پیدا کردن نسبت به آستان اهل بیت علیهم السلام، خداوند محبت ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دل ما هرچه بیشتر و بیشتر بفرماید و تا به آخر عمر در راه اهل بیت علیهم السلام بمانیم، که این بالاترین افتخار برای ما و بالاترین نعمت است برای ما. اللهم اجل ولیک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.